به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیو های کانال جنرال پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سبسکرایب نمایید. دکتر عبدالله عبدالله: حمله تروریستی بر محل عبادت وطنداران سکت جنایت ضد بشری و مغایر تمام ارزش های اسلامی، انسانی و اخلاقی است. حمله به اقلیت مذهبی دینی در هیچ دین و آیین جواز ندارد. اهل سکت و هندوی افغانستان از باشنده های اصیل کشور هستند و در وطن دوستی، سخت کوشی، تحمل و بردباری کم مانند می باشند. تروریستان جنایتکار تلاش دارند که پای منازعات مذهبی و اجتماعی را به افغانستان بکشانند، اما آنها محکوم به شکست هستند. مردم افغانستان با احترام به تکثیر و تنوع مذهبی و اجتماعی قرنها در کنار یکدیگر زندگی کرده و الگوی رواداری مذهبی بودند. از واکنش فوری نیروهای امنیتی و نجات شمار زیاد گیرمانده ها قدردانی میکنیم. از مرگ تعداد از هموطنانمان در این حمله تروریستی سخت غم انگیزیم. بر روح قربانیان درود میفرستیم و به زخمی ها شفای عاجل و کامل استدعا داریم. دکتر عبدالله عبدالله. شاه حسین مرتضوی: هموطنان عزیز، افغانستان امروز در غم از دست دادن صادقترین فرزندان خود عزادار است. همه اندوگین و در این ماتم بزرگ سوگوار هستند. جنایت امروز در تداوم جنایت‌های قبلی مزدوران بیگانه ها است. این رویداد نشانه آشکار جنایت علیه بشریت است. دولت هند حمله تروریستی به زیارتگاه یا در امثال سکه ها در کابل را به شدت محکوم کرده است. دولت هند حمله به عبادتگاه ها را بیان تفکر شیطانی می داند. آنها میگویند هند آماده کمک با آسیب دیدگان خانواده های هندو و سکت در افغانستان است. همچنان سفارت امریکا در کابل حمله امروز بر عبادتگاه سکت ها در کابل را محکوم کرده و گفته است: ما کار افرادگرایان و جنایتکارانی که عبادتگاه را هدف قرار می دهند و به مردم بیگانه صدمه می رسانند را شدیداً محکوم می کنیم. این سفارت افزوده است: سلطنها زمان خواهد آمد که مردم اختلافهایشان را با کلمات حل کنند، نه با تفنگ. این در حال است که پس از 6 سال درگیری، حمله تروریستی بر درمسال اهل هندو در کابل پایان یافت. مهاجمان مسلح حوالی ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز بالای درمسال اهل هندو واقع در شوربازار شهر کابل حمله کردند. به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که حمله تروریستی بالای درمسال در حوزه اول امنیتی کابل پایان یافت. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله، میگوید که قطعات خاص پلیس به سری وقت به اهداف دفاع و مهار این حمله به محل رسیده و پس از انسداد ساحه 80 تن از افراد ملکی به شمول زنان، کودکان و مردان گیرمانده را نجات دادند و در عملیات تروریست ها مهاجم را از پا در آوردند. او میگوید که در حمله تروریستی متذکره 25 تن از افراد ملکی جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پیشتر منابع امنیتی گفته بود که دست کم 22 تن در این حمله کشته و زخمی شدند. به گفته این منابع، مهاجمان هنگام وارد این مکان عبادت سکه ها شدند که شمار بزرگ از این شهروندان مشغول عبادت بودند. به دستور رئیس جمهور غنی، 9 زندانی طالب از میدان وردگ آزاد شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک اعلام کرد که بر اساس فرمان ویژه 336 محمد اشرف غنی و فیصله کمیسیون اختصاصی، 9 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت از بند رها شدند.
به گزارش سپوتنیک، مسئولان محلی در ولایت میدان وردک میگویند که بر اساس فرمان محمد اشرف غنی، 9 تن از جنگجویان گروه طالبان از زندان ایلولایت آزاد شدند. به گفته سخنگوی والی میدان وردک، این جنگجویان طالبان دیروز سه‌شنبه 5 حمل آزاد شدند. در همین حال دفتر مطبوعاتی این ولایت با نشر خبرنامه گفته است که این زندانیان بر اساس فرمان ویژه 336 محمد اشرف غنی و فیصله کمیسیون اختصاصی ولایتی آزاد شدند. این در حال است که محمد اشرف غنی حدود 2 هفته پیش سه‌شنبه 20 اوت فرمان آزادی 5000 زندانی طالبان را امضا کرد. بر اساس فرمان آقای غنی، این تعداد زندانیان در چند مرحله از زندان‌های کشور آزاد می‌شوند. نخستین گروهی از زندانیان قرار بود در 24 اوت به گونه مشروط آزاد شوند، اما گروه طالبان به فرمان مشروط محمد اشرف غنی در مورد رهایی 5000 زندانی این گروه مخالفت کرده گفته بود که با آزادی مشروط زندانیان موافق نیست. در همین حال دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده است که دومین گفتگوهای مستقیم این گروه با دولت افغانستان چهارشنبه 6 حمل از طریق کنفرانس ویدیویی انجام می شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در یک پیام تویتری گفته است که تیم‌های تکنیکی رهایی زندانیان دو طرف حوالی ساعت 12:30 دقیقه امروز چهارشنبه و به وقت دوحه از طریق کنفرانس ویدیویی با هم صحبت خواهند کرد. به گفته او، ایالات‌های صلیب سرخ، آمریکا و قطر نیز در این کنفرانس ویدیویی حضور خواهند داشت. شاهین گفته است که در این کنفرانس در مورد زمینه‌سازی برای رهایی 5000 زندانی طالبان و زندانیان دولت افغانستان بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و این گروه گفتگو می‌شود. نخستین گفتگوهای مستقیم دولت افغانستان با طالبان در سوم ماه حمل از طریق ویدیو کنفرانس انجام شده بود. دیپلمات آمریکایی پس از گفتگوهای بین الافغانی حکومت جدید شکل خواهد گرفت. یک دیپلمات آمریکایی در افغانستان میگوید حکومت شکل گرفته موقت خواهد بود، زیرا پس از گفتگوهای بین الافغانی حکومت تازه شکل خواهد گرفت. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، یک دیپلمات آمریکایی در افغانستان میگوید حکومت شکل گرفته موقت خواهد بود، زیرا پس از گفتگوهای بین الافغانی حکومت تازه شکل خواهد گرفت. این آمریکایی می‌افزاید رهبران فعلی با شکل دهی حکومت‌های موازی با آتش بازی می‌کنند، زیرا از یک سو نیروهای افغان را ضعیف و از سوی دیگر طالبان را تقویت می‌کنند. شاهین، گفتگوهای دولت و طالبان درباره تبادل زندانیان امروز آغاز می شود. دفتر سیاسی طالبان در قطر از آغاز گفتگوهای این گروه با دولت افغانستان درباره تبادل زندانیان خبر داده است. به گزارش سپوتنیک، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در یک پیام تویتری گفته است که تیم‌های تکنیکی رهایی زندانیان دو طرف حوالی ساعت 12:30 دقیقه امروز چهارشنبه به وقت دوحه از طریق کنفرانس ویدیویی با هم صحبت خواهند کرد. سهیل شاهین همچنان نوشته است که ایالات‌های صلیب سرخ آمریکا و قطر نیز در این کنفرانس ویدیویی حضور خواهند داشت. او گفته است که در این کنفرانس در مورد زمینه‌سازی برای رهایی 5000 زندانی طالبان و زندانیان دولت افغانستان بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و این گروه گفتگو شود. ایالات متحده آمریکا و طالبان به تاریخ 10 اوت سال گذشته خورشیدی توافقنامه صلح را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند و طالبان نیز وارد مذاکره با دولت افغانستان خواهند شد. قرار بود مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در 20 اوت سال گذشته آغاز شود، اما طالبان آغاز این مذاکرات را مشروط به رهایی 5000 زندانی این گروه کردند. اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، یک روز پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، رهایی زندانیان طالبان مخالفت کرده و گفت که سرنوشت زندانیان در اختیار دولت افغانستان است، نه آمریکا. اخیراً اما پس از تلاش‌ها و فشارهای آمریکا، آقای غنی دستور رهایی بخش از زندانیان طالبان را صادر کرد و در این حال گفت که
که طالبان باید تضمین بدهند که زندانیان رها شده ایشان دوباره به میدان جنگ بر نمی گردند، اما طالبان گفتند که چنین تضمین نمی دهند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.